با درود و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. در رابطه با دختر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی رفسنجانی صحبت می‌کنیم. فائزه هاشمی رفسنجانی که به عنوان دختر سرکش هاشمی رفسنجانی معروف شده و معمولاً با حاشیه‌های بسیاری همراه است و یکی از سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی این است که بتواند با این حاشیه‌ها حکومت خودش رو طولانی‌تر کنه و همه مردم این رو می‌دونن که در سال‌های گذشته در طول این 40 سال همیشه این شخص یعنی فائزه هاشمی با مسائل خاصی درگیر بوده، حتی کتک زدن اونو، زندان رفته، از زندان بیرون اومده و همه اینها مشخصه که اینها برنامه ریزی شده است تا بتوانند همیشه جمهوری اسلامی حاشیه داشته باشه و چون با حاشیه زندگی میکنه و با حاشیه حکومت میکنه این حاشیه ها رو داشته باشه. اخیراً نرگس محمدی که از زندان آزاد شده و وقتی که از زندان آزاد شد دختر هاشمی رفسنجانی به استقبالش رفت و اون رو در آغوش گرفت و خوش آمد گفت که از زندان آزاد شده. نرگس محمدی قبل از اینکه وارد مرحله بعدی بشه بیاد و کاندید جایزه جهانی بشه باید وضعیت خودش رو با فائزه هاشمی رفسنجانی مشخص کنه، چون کسی که از ارکان رژیم هست، یک آدمی که خودش رو انقلابی میدونه به عنوان کسی که زندان رفته و حالا آزاد شده و چگونه است که فائزه هاشمی میاد به دیدارش و اون رو در بغل میگیره و باید وضعیت خودش رو در مورد براندازی جمهوری اسلامی نشان بده که آیا برانداز است یا اصلاح طلب، که اگر اصلاح طلب باشه که خب اصلاح طلب موسوی هم هست و خاتمی هم هست، از اینم گنده تر هستن. مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخواهند و میخواهند کشور با آزادی اداره بشه، بودن یک کسی که با رأی مردم جوانان امروز رو انتخاب کنند کشور به سوی آزادی حرکت کنه. اینجا بحث نرگس محمدی نیست، بحث اصلی این است که فائزه هاشمی رفسنجانی این روزها اعلام کرده که میخواد رئیس جمهور بشه، خودش رو کاندید کرده که رئیس جمهور بشه و بشه جای روحانی. چند روز پیش هم در برنامه‌ای که فائزه هاشمی صحبت کرده در مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی فراز گفته که دلیل این دو نرخی بودن کالا و صفها سوء مدیریت است و گفته که اگر میخم جای مدیران کنونی جمهوری اسلامی بذارید مملکت همین گونه میچرخد و اداره میشه. فائزه تأکید کرده که مدیریت ما پوچیده است. هاشمی رفسنجانی یعنی فائزه هاشمی رفسنجانی میگه مدیران جمهوری اسلامی تا زمان خاتمی تربیت شده دوران شاه بودند و بعد از آن تربیت شده جمهوری اسلامی و واقعا این آدم شیاد میخواد سعی کنه اعتبار خودش رو از دوران پهلوی بگیره و بگوید که موسوی و هاشمی با کارگزاران دوران پهلوی کشور رو اداره میکردند و به گونه خودش و پدرش رو رب بده به دوران طلایی پهلوی، در حالی که دولت خاتمی فاسدترین دولت بود. مدیران روحانی هم همان مدیران خاتمی هستند و ضمن این که مدیران خاتمی که همان جنایتکاران و چپاولگران دهه 60 انقلابی های وحشی حزب الله 57 بودند. از این جهت حالا این دختر، این خانم با این صحبت‌ها داره فضا رو ایجاد می‌کنه تا بتونه خودش رو به عنوان رئیس جمهور معرفی کنه تا بتونه سقوط جمهوری اسلامی رو به تعویق بندازه. و واقعا افرادی مثل این افریته‌ای به نام فائزه هاشمی که در طول 42 سال تعفن قدرت حاکم، جنایت، چپاول ثروت مردم و اموال مصادره ای حسابی همشون فربه شدند و یک فاضل آب به نام جمهوری اسلامی رو به راه انداختن که درونش همش شیادی و بیمایگی و دزدیست و نتیجهش برای مردم فقر و بدبختی و گرفتاری و زندان و کشتار بوده. فا
فائزه هاشمی رسما خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده. باید به کسانی که طرفدار فائزه هاشمی هستند از جمله نرگس محمدی و بقیه شرکا تبریک گفت که وقتی میاد جلوی نرگس محمدی و باهاش صحبت میکنه در بغل میگیره، پس با یک فضاسازی درست که بتونه استفاده کنه برای رأی جمع کردن. یک سایت داخل ایران به نام دیدبان ایرانی ها فائزه هاشمی رفته با عکس و تفسیر گفته که انتخابات ریاست جمهوری من شرکت میکنم و در اون سایت و خبرها اعلام شده که فائزه هاشمی رفسنجانی رسما برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. اما باید گفت که دوران رژیم جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این رو باید بدانن که مردم دیگر هیچ کدام از شماها را نمیخواهند و با این بازی ها و سیاست های مشمس کننده و نخنما شده دیگر جایی در حکومت ایران نخواهند داشت و به زودی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و مردم ایران در یک رفراندوم عظیم شرکت خواهند کرد و انتخاب خواهند کرد کسی رو که شایستگی حکومت کشور ایران رو داشته باشه. دوستان عزیز لطف کنید شیر کنید، کامنت بذارید، لایک کنید که این ویدیو بچرخه در یوتیوب، تعداد بیشتری این خبرها رو و این صحبتها رو بشنوند. سپاسگزاریم.